سلام، سلام به شما عزیزان، هر کجای ایران و جهان هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، با شما خواهم بود و چون دوشنبه شب‌های پیشین در این شماره از برنامه نیز می‌پردازیم به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی یا به عبارت روشن‌تر نقض حقوق بشر در حکومت فقیه. مجلس خبرگان جدید و وضعیت حقوق بشر، آیا تغییراتی در این زمینه پدیدار خواهد شد؟ ناظران جوابی مثبت برای این پرسش ندارند. مسئله جایگزینی رهبری در جمهوری اسلامی پس از آیت الله خامنه ای، چه کسانی نامزد جانشینی او هستند و روند نقض حقوق بشر در ایران آیا رو به گسترش دارد؟ آنگونه که نهادهای بین المللی مربوط به حقوق بشر ابراز نگرانی کردند. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت ویژه زنان، نقض حقوق زنان در ایران و خبرهای دیگر در همین زمینه. با من و شما هستند برای نخستین بار در استودیو مرکزی ایران فردا در لندن خانم دکتر دریا صفایی. همراه خانم دکتر صفایی در نیمه نخست برنامه با شما عزیزان خواهیم بود و در نیمه دوم برنامه میهمانان دیگری خواهیم داشت. تا لحظاتی دیگر. خانم دکتر صفایی عزیز، بسیار خوشحال هستیم که شما رو در استودیوی مرکزی ایران فردا در لندن داریم. با سلام و خوش آمد به شما. درود بر شما آقای چالنگی عزیز، خوشحالم از این که بار دیگه در برنامه‌تون هستم و درود به بینندگان عزیز برنامه‌تون. خانم دکتر صفایی، بذارید از همون نزدیکی‌های شما از فستیوال کن شروع کنیم که چند پیش پایان یافت. به هر حال بازیگران زن سینمای ایران هم در این جشنواره به مناسبت‌های شرکت داشتند، خانم ترانه علیدوستی و بازیگران دیگه. و نوع پوششی که خب گفتن نداره، پوششی است حالا تحمیلی یا هر عنوانی براش می‌دیم، اما یک رویداد قابل توجه در اونجا بود و اون بازیگر کانادایی اصل سینمای جهان آقای دانالد ساتلند، ایشون در کنار یک بانوی ایرانی که هر دو عضو هیئت داوران بودن یک رو سری به سرش انداخت. با هر نیت و قصدی که بود توجه برانگیز شد نسبت به وضعیت زنان در ایران که من میدونم شما بسیار به دقت و پیگیر خبرهای مربوطه رو دنبال میکنید. پرسش این هست که آیا عرصه‌های بین المللی چه مثل کن و جاهای دیگه، فستیوال‌های هنری، ورزشگاه ها، به اصطلاح عرصه‌های بین المللی ورزش که شما بسیار در اونجا فعال بودید برای نشون دادن وضعیت زنان، آیا موقعیت‌های مناسبی هستند برای جلب توجه افکار جهانی به وضعیت زنان در ایران یا خیر؟ همونطور که خودتون میگین دقیقا بهترین فرصت ها همین فرصت ها هستند، به نوعی که اگر بتونیم از اونها استفاده مثبت انجام بدیم، در حقیقت اینها اتفاق هایی هستند که توی رسانه ها دیده میشن و بازتاب داده میشن. کاری که ایشون کردن خیلی کار جالبی بود از این بابت که این حجاب اجباری رو در حقیقت به چالش میکشید و اینکه اصلا چنین پوششی رو به صورتی غیر نرمال جلوه میداد. یعنی در واقع داشت میگفت که خب اگر ایشون این روسری سرشه، خب منم میتونم پس سرم کنم، چرا مال من یه چیز عجیب میشه ولی برای ایشون کاملا قابل قبوله. و این به نظر من فرصت های بسیار مثبتی هست از این بابت که نشون داده بشه که
در واقع حجاب اجباری چقدر چیز ناپسندی هست، و در حقیقت چون اون خانومی هم که کنارشون نشسته بودن یک حجابی بر سر دارن که کاملا مشخصه که اون حجاب اختیاری نیست، از این بابت که مقداری از موهاشون معلومه و نشون میده که در چارچوبی که باید اونجا حاضر میشدن مجبور بودن این پوشش رو بر سر کنن. و هیچ چیزی بدتر از این نیستش که در رژیم های توتالیتر که جمهوری اسلامی از واپسگراترین نمونه های این رژیم ها هستش، انسان ها حق آزادی انتخاب نداشته باشن، حق نداشته باشن که پوشش خودشون رو به آزادی انتخاب کنن، و اگر باور ندارن به اینکه حجاب بر سر باید داشته باشن، باید باز هم اون رو در مجامع بین المللی بر سر نگه دارن. همونطور که خانم علی دوستی با اینکه حجابش رو مختصر کرده بود به یک چیز خیلی کوچیک که پشت سرشون بسته میشد، ولی باز هم به عقیده من این نشان دهنده اینه که باز هم باور به این که باید اون پوشش بر سرش باشه نداره و مجبور این رو به این شکل رعایت کنه که به نوعی حجاب اجباری از بدترین تحمیل هاست. و ای کاش زمانی بشه که ایران به عنوان تنها کشوری که حجاب در اون اجباریه و به صورت قانون تحمیلی است بر همه، به کشورهای همسایه نگاه کنیم و حتی کشورهای مسلمان همسایه نگاه کنیم که هر کس آزادی این رو داره که در صورتی که نمیخواد اون رو بر سر نکنه. و حتی در شعر کلاسیکمون داریم که پری رو تاب مستوری ندارن، به خصوص که این مستوری تحمیلی هم باشه و در جایی هم. به هر حال ببینیم، برگردیم به عرصه ورزش که شما بارها و بارها همراه همراهانی در اون زمان اعتراضات گسترده‌ای داشتید به عدم حضور بانوان ایرانی در استادیوم‌های ورزشی، هم از فوتبال، والیبال، بسکتبال و جاهای دیگه. یک، آیا به نتایج عمده‌ای در این زمینه رسیدید؟ راهگشا باشه برای اینکه درهای استادیوم‌ها به روی بانوان و دختران علاقمند ایرانی گشوده بشه؟ در حقیقت نتایج رو بستگی داره به اینکه چگونه نگاه بکنیم. چون اگر فکر کنیم که الان درها باز شده، نه، ولی اگر به این فکر کنیم که این تبدیل شد به یک چالشی برای جمهوری اسلامی که به واقعیت باید با زحمت خیلی زیاد این رو دور میزد و البته که پشت پرده هماهنگی هایی کرد با FIVB و فیفا که متاسفانه منجر به این شده که این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده، ولی همین که تونست این مسئله جایگاه خودش رو باز کنه به حدی که حتی در میان خود ایرانی ها الان تلاش های خیلی الان که سال هاست، ولی منظورم که رو شبکه های اجتماعی این مسئله اونقدر باز شد و به این به آمار کسانی که باور دارند به این که ورزشگاه ها میتونه محیطی برای زنها باشه همچنان به صورت گسترده اضافه شد. من به این به عنوان یک پیروزی نگاه میکنم و اینکه زنان و دختران در ایران خودشون همچنان پیوسته دنبال این ماجرا هستن، به صورتی که هفته پیش در رسانه ها منتشر شد دختری 21 ساله به نام شکیبا که خودش رو به صورت یک پسر با گریم و آرایش تیم محبوبش پرسپولیس در آورده بود و رفت به ورزشگاه و اونجا در ورزشگاه وقتی که حضور داشت تجربه خودش رو پس از اون نوشت و گفت اونجا بودند کسانی که پسرانی که متوجه شدند که من زن هستم ولی با من مثل طوری رفتار کردن که اصلا برای من آزاردهنده نبود. و این باز هم گواه بیشتری بر اون کسانی که تصور میکنن شاید ورزشگاه ها جایگاه مناسبی برای زن ها نباشه، و این همین چور داره پیش میره و مسلماً عاقبت تلاش هایی که تمام زنان ایران دارن انجام میدن و همچنین مردانی که همواره پشتیبانی کردن از این مسئله مسلماً بدون نتیجه نخواهد موند، ولی این میخواد که همچنان به این فعالیت ها به صورت گسترده در داخل و خارج کشور ادامه داده بشه که همچنان همه مصمم دارن این کار رو انجام میدن. و الان در انگلیس که شما هستید، در بلژیک محل سکونت شما، در کشورهای مختلف، کشورهای آسیایی، کشورهایی که اکثریت مردم مسلمان هستن، بسیاری از اونها مثل کشور ترکیه و جاهای دیگه، در ایران پیش از انقلاب دختران زنان به استادیوم ها می رفتن
و هیچ اتفاق خلافی هم نمی افتاد به خاطر حضور دختر و پسرانی کنار هم هستن. من یه پرسشی دارم برای مایلم نظر شما هم در این زمینه بدونم، چون بارها اینو من عنوان کردم در برنامه‌های مختلف که یک تیم ملی یک کشور هست، هر تیمی، هم از تیم پینگ پونگ بگیرید تا تیم فوتبال تا تیم کشتی تا تیم والیبال و بسکتبال، وقتی یه نیمی از جمعیت یک مملکت که بانوان اون مملکت هستن، دختران اون مملکت هستن، اجازه ندارن حتی ورزشکارای تیم ملی خودشون رو ببینن و در موقع مسابقه، آیا این عنوان ملی بودن غصب نشده؟ آیا اون اعضای تیم ملی از این زاویه هم به اصطلاح وظیفه ندارن که اعتراض کنن بگن آقا این عنوان ما ناقصه؟ یا چرا بانوان اجازه ورود نمیدید؟ برای اینکه اونا جزء ملت مگر نیستن بانوان و ما اون تیم ملی هستیم؟ اینو من میخواستم تفسیر شما رو بشنوم راجع به این. خب حقیقتاً به نظر من زمانی که واقعاً ما به اونجا برسیم که بازیکنان تیم ملیمون این کار را انجام بدن، یک زمان بسیار باشکوه خواهد بود. کما اینکه هفته پیش یا 10 روز پیش در اصفهان مسابقه بود بین دو تیم که مسابقه بسکتبال هم بود، و زمانی که اول قول داده بودند که از طرف حراست که زنها میتونن در این مسابقات شرکت کنند، وقتی که دیدن که زنها در ورزشگاه نیستند، بازیکنها جویای این شدند که چرا نیستند، و وقتی که فهمیدن که باز هم جلوشون گرفته شده، بازی رو ادامه ندادن و گفتن که ما امروز بازی نخواهیم کرد. خب مسلماً این قبیل در حقیقت این نوع حرکات میتونه به سرعت بسیار زیادی زنان ایران رو که نیمی از جمعیت ایران هستن که به اندازه مردها طرفدار تیم ملی هستن، در مسیرشون به هدف نزدیک کنه، و امیدوارم این اعتراضات به صورت گسترده نشون داده بشه و فقط مجبور نباشن در چهارچوب هایی که براشون دیکته شده حرکت کنن، چرا که اونها هم قدرت خودشون رو دارن و کافیه که فقط بدونن که میتونن چیزی رو عوض کنن. گفتگو میکنیم با خانم دکتر دریا صفائی، فعال حقوق بشر در استودیو مرکزی ایران فردا لندن. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خانم دکتر صفائی، ببینید مجلس خبرگان تشکیل شده، اینی که این مجلس چه وظیفه‌ای داره، در دیدار با آقای خامنه‌ای چه گفتند و چه شنیدند و این صحبت‌ها، اما یک نکته هست، در همزمان با مجلس خبرگان انتخابات مجلس شورای اسلامی هم بود که به هر حال آغاز کارش هم همین روزاست، مجلس شورای اسلامی دور جدیدش که عملا به نحوی هم آغاز شده. یکی از کارها و افتخاراتی که اینها طبق آمار دادن اینه که تعداد زنانی که به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردن بیشتر تعداد معممین هست، و این رو لابی جمهوری اسلامی اینجا در واشنگتن و احتمالاً در پایتخت‌های اروپایی به عنوان اینکه ببینید تعداد زنان در مجلس شورای اسلامی بیشتر تعداد روحانیون حتی هست، در کشورهای دیگه چنین نیست اون اطراف، به گفته این لابیستا. واقعا این نشونه این هست که زنان در ایران به حقوق شایسته و بایسته خودشون دست یافتن، طوری که حکومت مدعی هست و کارگزاران و پادوهای حکومت این سو آن سو؟ اولا در کشوری که زنها از حداقل حقوق خودشون در قانون برخوردار نیستند، در کشوری که در حقیقت تبعیض جنسیتی شکاف بین زن و مرد در حقوق نوشته شده در قانون بسیار متفاوت هستش، در کشوری که زن برای خروج از خانه و از کشور باید اجازه از همسرش داشته باشه، صحبت کردن از اینکه اون آدمایی که توی مجلس نشستن چند درصدشون زن یا مرد باشن، من فکر میکنم حتی اگر بیش از نیمی از مجلس رو هم به زنها بدن، پیشرفتی در برابری حقوق این زنها و مردها انجام نشده.
و نکته خیلی جالب توجه اینه که کسانی که به مجلس راه پیدا کردند، مثل مردانی که به مجلس راه پیدا کردند، تصفیه شده و فیلتر شده سیستمی هستند که از قبل در حقیقت از طرف شورای نگهبان صلاحیتشون تایید شده. آیا کسانی که در این مجلس هستند، اعم از زن و مرد، میتونن منافع زنان ایران رو حمایت کنن؟ میتونن از برابری حقوق زن و مرد در حکومت اسلامی، در یک حکومتی که سیاستش بر اساس اسلام بنا شده، آیا اونها میتونن دایره دار حقوق زنان باشن در چنین شرایطی؟ این سوال بزرگیه. ولی دیده شده به تجربه که این زنها نه تنها این کارها رو انجام ندادن، بلکه از زن ستیزترین نمایندگان مجلس در حقیقت همین زنهایی بودند که به مجلس ها راه پیدا کردند. از جمله این که من بتونم براتون بگم که همین خانم فاطمه آلیا که گفت کار زن شوهرداری و بزرگ کردن فرزندانشه، نه اینکه بره مسابقه والیبال تماشا کنه. و از جمله پروانه افتخاری اگه اشتباه نکنم که وقتی که خانم اردلان نتونستن از کشور خارج بشن به خاطر اینکه همسرشون اجازه نداد که برن، اون افتخاری رو که برای تیم فوتسال آوردن، قهرمانان تیم ملی فوتسال ایران زنان برای ایران آوردن، نتونست خانم اردلان اون سهم، اون چیزی رو که آرزوش بود برای پیشرفت حرفش بتونه انجام بده. این خانم برگشت گفت که زن بدون اجازه همسرش حتی اجازه خروج از خانه را نداره، چه برسه به این که از کشور خارج بشه. خب در چنین شرایطی ما این که دنبال این باشیم که 30 تا زن داشته باشیم، 12 تا زن داشته باشیم، یا اصلا بیش از نیمی از مجلس زن باشه، چه کمکی میتونن بکنن وقتی که صحبت از 4 زنی باشه؟ این نمایندگان زن یکی از طرفداران این لایحه باشند. من به نظرم این درمان در حقیقت دوا و درمان ما در این نخواهد بود. چه دوا و درمان خواهد بود برای تأمین حقوق زن؟ در حقیقت این خیلی مهمه که ما بدونیم که وارد بازی‌های انتخاباتی نشیم تا بتونیم اعتماد به نفس خودمون رو در نگه داشتن سطح مطالبات و خواسته هامون نگه بداریم. به این نوع که ببینید سیستم جمهوری اسلامی بر اساس آپارتاید جنسیتی، تبعیض جنسیتی، سرکوب زنان و همچنین تبعیض مذهبی بنا شده. این که ما تصور بکنیم در چنین سیستمی که پایه‌ها و ارکان حکومت رو این مسائل تشکیل میدن، زمانی خواهد رسید که با تلاش ما برای رأی دادن بتونیم این قوانین رو که بر اساس شریعت اسلام در قانون اساسی ایران برگرفته شده بتونیم اینها را تغییر بدیم، در حقیقت یک خواسته واهیه. ما چه باید بکنیم؟ باید سعی کنیم با حرکات مدنی خودمون، با تلاش هامون، با حضوری که در جامعه داریم و نشان میدیم که ما از این تبعیض ها خسته شدیم و دیگه نمیتونیم این گونه ادامه بدیم، سعی کنیم پشت هم بیستیم و در حقیقت فعالیت های مدنیمون رو گسترده تر کنیم، اعتراضات رو گسترده تر کنیم، نذاریم اونقدر اندک باشیم که اینا ما رو تکزنی بکنن و با زندان کردن تعدادی از فعالان مدنی بتونن فکر کنن که خب دیگران از صحنه خارج میشن و در حقیقت مطالباتمون رو به این حد نرسونیم که فقط بخوایم شکاف بین حکومت و مردم رو از طریق حرکت مردم به سوی حکومت ببندیم. این شکاف به این شکل، یعنی به شکلی که برخی ها میتونن اسمش رو اصلاحات بذارن، برخی ها میتونن بگن این راه حله، این فقط حرکت مردم به حکومت، به طرف حکومت و مشروعیت دادن به حکومت و این راهکار نیست در حقیقت. سپاسگزار هستیم خانم دریا صفایی گرامی، با سپاس از شما. خواهش میکنم، خوشحالم از اینکه باری دیگر در برنامه‌تون بودم. بدرود. به امید دیدار در برنامه‌های آینده تفسیر خبر. سفر خوبی در بازگشت به بلژیک داشته باشید. سپاسگزارم. خدا نگهدار. بانوان دختران ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. خانم نرگس محمدی آتنا دائمی فعال حقوق کودکان. دختر ایرانی که در تلاش بود فعالیت میکرد برای تأمین حقوق
کودکان ایرانی که میدونیم هزاران هزار کودک ایرانی در خیابان‌ها سرگردانند بدون آینده و با هزاران مشکل دست به گریبان و پرشه‌ها و ماشین‌های گران قیمت دیگه کارگزاران حکومت و کسان و اطرافیان و اکنافیان اونها هم از کنار این کودکان نازنین ایران در گذر. آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان در زندان فقی، زینب جلالیان و بسیاری دیگه از دختران و بانوان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند که امیدواریم هرچه زودتر آزاد بشن. پی می‌گیریم تفسیر خبر را از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر با من و شما خواهند بود آقای محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و اردشیر زارزاده. آقای اردشیر زارزاده فعال حقوق بشر. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در اسلو نروژ، و در تورنتو کانادا آقای اردشیر زارزاده، فعال حقوق بشر. آقای مصطفایی سلام به شما. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان عزیز و همه بینندگان عزیز که این برنامه رو مشاهده میکنن. و آقای زارزاده گرامی با سلام به شما در تورنتو. درود بر شما آقای چالنگی عزیز، خیلی ممنون از این فرصت دوباره و همینطور به دوست عزیزم آقای مصطفایی سلام عرض میکنم و همه شنوندگان و بینندگان عزیز. خوشحالم از بودن هر دو مهمان گرامی با من و بینندگان تفسیر خبر. آقای مصطفایی عزیز، ببینید خبرهایی در روزهای اخیر بوده، باز شلاق زدنها به طور مفصل ده. گروهی از کارگران ایرانی در آغدره، معدن طلای آغدره، که اعتراضاتی داشتن، به جای تأمین خواستهاشون شلاق بر پیکر اونها زدن، بر پیکر کارگر ایرانی. از اون طرف هم جشن فارغ التحصیلی بوده در قزوین، دانشجوهای دور هم جمع شدن، فارغ التحصیلی بوده، نشستن، زدن، خوندن، احتمالا رقصیدن، کار عجیب غریبی نکردن، شادی و شادمانی کشیدن بیرون و در جا شلاق زدن. حکومت کجاش اشکال داره که بعد از 37 سال برای ادامه کار خودش نیاز داره به شلاق زدن، تازیانه زدن بر پیکر کارگر و جوان ایرانی، بر پیکر دانشجو و کارگر و معلم ایرانی؟ مشکل کار کجاست؟ من میخوام از فرصت استفاده کنم اینجا با هم یه پازلی رو درست بکنیم، یه پازلی که خب خیلی هم خوشایند نیست، دردناک هست. خیلی از پازلایی که آدم ها درست میکنن نتیجهش یک پازل خیلی خوبی در میاد، یه تصویر خیلی خوبی در میاد، یه شادی از توش در میاد، یه نشاطی از توش در میاد، ولی این چیزی که من الان میخوام براش با هم دیگه روش کار بکنیم متاسفانه پازلی هستش که نتیجهش یه مقداری ناخوشایند هست و چیدمانش به این صورته که ببینید آقای جناب چالنگی، اگر که دقت بکنید در این چند روزه گذشته اتفاقاتی که رخ داد، حالا من نمیخوام برگردم به بعد از انقلاب و فجایع بعد از انقلاب و که حکومت چه کاری کرد و چه جنایت‌هایی صورت گرفت، نمیخوام به اونها بپردازم، همین مواردی که در حال حاضر در این چند روزه اخیر اتفاق افتاده رو میخواییم روش بحث و بررسی بکنیم. ببینید ما سه دسته پرونده خیلی مهم رو در روزهای گذشته داشتیم که اینها ارتباطی به همدیگه شاید نداشته باشه از نظر موضوعی، ولی از نظر ریشه‌ای خیلی به همدیگه ارتباط داره. یعنی ریشه آنچه که اتفاق افتاده اگر که به درستی این شکل پازل از قبل درست می شد، اتفاقی نمی افتاد. و
ولی این چیزی که من الان خدمتتون عرض میکنم یه جور دیگه ای هست. به این صورت که ببینید خانم نرگس محمدی به عنوان یه فعال حقوق بشر با اینکه در زندان بودن و آمدن مدرخصی و خب چند تا کار حقوق بشری هم انجام دادن، فعالیت مدنی کردن و خیلی از فعالای دیگه، ایشون به 10 سال حبس محکوم شدن و در این چند روز گذشته چند نفر دیگه هم بازداشت شدن. مثلا خانم شیما بابایی بازداشت شدن یا یه خانم دیگری به نام شیدا رحیمی بازداشت شدن. اینها کسانی هستن که در جامعه نقش مثبتی رو ایفا میکنن. این نقششون بر این اساسش که به دنبال این هستن که جامعه رو بسازن، به دنبال این هستن که فساد در جامعه از بین بره. اگر این گونه افراد وجود نداشته باشن یا فعالان حقوق بشر وجود نداشته باشه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما 2 تا ستایش در چند هفته های گذشته اسمش رو شنیدی. یک ستایشی که ستایش 6 ساله نریزی که در استان فارس به قتل رسید به طرز فجیعی توسط یک فرد 60 خورده ساله و یک ستایش دیگه که در ورامین به قتل رسید توسط یک جوان 17 ساله که در حال حاضر پروندهش مورد بررسیه. ولی ستایش اول پروندهشون در دادگاه چند روز گذشته حکم صادر شد و ایشون به اعدام محکوم شدن به دلیل تجاوز به عنف و به قصاص محکوم شدن به دلیل قتل. و اگر که شما بیایید به این پرونده مراجعه بکنید، میبینید که اون چه که در این پرونده اشاره شده بیشتر حول محور این هستش که قاتل به دنبال این بوده که فشارهای مالی که بهش وارد شده باعث شده که ایشون دست به سرقت بزنن و این فشارها به قدری بوده که نتونستن خودشون رو کنترل بکنن و در نهایت وقتی که جرم رو انجام دادن به خودشون اومدن که دیر شده بود. میخوام بگم که نتیجه اینی که ما آزادی بیان رو جلوش بگیریم و فعالان حقوق بشر رو بازداشت بکنیم به این صورت خواهد بود. و از طرف دیگه میپردازیم به کارگرانی که حقشون این هستش که حقوقشون رو بگیرن یا اینکه حقشون این هستش که اعتراض بکنن در مقابل اینکه کارفرما اگر که میخواد از قدرتش سوء استفاده بکنه یا هر موارد دیگه. اینکه ما بیاییم یه کارگری که محتاج به مسئله مالی رو مجازات به شلاق بکنیم و از طرفی هم 100% اینها کارشون رو هم از دست دادن، 17 نفر کارگر به این صورت بیکار میشن و نتیجهش باز چی میشه؟ نتیجهش باز خشونت در جامعه میشه. و یا در قزوین وقتی که ما دانشجوهایی که اینها کسانی هستن که میخوان جامعه رو بسازن، در خیلی از کشورهای دنیا جشن فارغ التحصیل حالا دختر و پسر با هم باشن هیچ اشکالی نداره، آیا اینکه جوانها با هم دیگه ارتباط داشته باشن به صورت آشکار بهتره یا اینکه تجاوزهای پنهان صورت بگیره بهتره؟ این پازل دردناکی هستش که ما در کشورمون در سال گذشته داشتیم و الان در این چند روزه وجود داشته و در آینده هم اگه که ما بیاییم فشارها رو فعالای مدنی بیشتر بکنیم یا اینکه آزادی بیان رو سلب بکنیم یا اینکه احترام به حقوق بشر رو نادیده بگیریم، در آینده هم ما با این موارد مواجه خواهیم شد. اون چه که در آقدره آقای زارزاده رویداد، یعنی شلاق زدن کارگران، در واقع در زمان بردهداری در آمریکا و جاهای دیگه انجام میشد. یعنی کارگر ایرانی اعتراض میکنه حقوق مطالباتش رو میخواد، به جای تأمین مطالباتش یا اعتراض میکنه به اخراج همکارانش، به جای توجه به خواستاش شلاق تازیانه از طرف کسانی میخوره که بر دوش همین کارگران به کرسی قدرت رسیدن. تفسیر شما رو میشنویم، چرا همچنان ادامه داره و دولت در این میونه چه کار است؟ وقتی وزیر خارجش آقای ظریف میاد در بیرون، اگر آخه نمیشه شترمرغ بود، اگر بگن آقا این اقدامات در ایران میشه، میگه آقا قوه قضاییه مستقل ما نمیتونیم دخالت کنیم، ولی از اون طرف اگه بگن زندانی سیاسی داریم یا نداریم، باز کسی که اون حرف میزنه باید بگه من نمیدونم، این چیزا دستمان ما وزارت خارجه. و
ولی به صراحت و به دروغ ما زندانی سیاسی نداریم. حرف آقای ظریف مخلفات آقای ظریف است. به هر حال تفسیر شما رو میشنوید. دولت در این چه کار است؟ اینی که در بله. مگه پاسدار و نگهبان حقوق ملت نیست تعریف اولیه دولت؟ بفهم. خب به هر حال مسئله حقوق رو باید البته آقای مصطفایی جواب بدن، جایگاه حقوقی دولت رو. ولی به هر حال ما به تاریخ دولت‌ها در جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، تکلیف دولت از نظر سیاسی کاملا مشخص است. دولت‌های جمهوری اسلامی برای بقای نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند و متأسفانه اخیراً هم می‌بینیم که آقای روحانی علی‌رغم وعده‌هایی که داد و در مورد حقوق مدنی صحبت کرد، ولی با دستگاه ولی فقیه داره ساخت و پاخ میکنه. و نمونه آخرش هم مسئله جنتی بود، مجلس خبرگان که دست به یکی کردن و مصالحه کردن تا ایشون رو به ریاست مجلس خبرگان برسونن. و اینجا بود که دولت روحانی نهایت ناتوانی خودش رو نشون داد از طرفی، و از طرف دیگر نشون داد که چقدر تابع دستگاه ولی فقیه هست و در شرایط حساسی حاضره که زیر بار خواسته های ولی فقیه و عوامل اون بره. بنابراین ما از این دولت نمیتونیم این توقعی داشته باشیم. و دولتی که در واقع در زمان دوم خرداد به وجود اومد به عنوان دولت اصلاحات، الان تبدیل شده به دولت میانه رو و اعتدال. وقتی در دوره اصلاحات این دولت تا این حد در برابر ولی فقیه تسلیم شد، دانشجویان رو سرکوب کرد، بسیاری از دانشجویان رو شکنجه کرد، که خود منم خب در اون دوران به هر حال جزء فعالین دانشجویی بودم، یادم هست همین شکنجه ها، قتل های زنجیره‌ای به وقوع پیوست. و بعد از اون ما شاهد این بودیم که دونه دونه تمام تشکل های مدنی سیاسی رو درش رو تخته می کردن، تشکل هایی که مجوز داشتن و یا خود وزارت کشور که در اختیار دولت بود اینها رو سر به نیست میکرد، یا توسط دستگاه قضایی شکایت میکردن درش رو تخته میکردن، از جمله انجمن های اسلامی دانشجویی و تشکل های دانشجویی، نهادهای مدنی، خیلی از تشکل هایی که در قالب NGO برای حقوق کودکان یا زنان فعالیت میکردن اینها رو هم باش مقابله کردن در دوره اصلاحات. همینا در دوره اصلاحات اتفاق افتاد. الان در دوره اعتدال که دولت روحانی همون در واقع طیفی از همون باقی مانده های دوران اصلاحات هست، یا حامیان دولت روحانی همون طیف اصلاحات هستن، خب ما توقع چندانی نمیتونیم داشته باشیم. آقای مصطفی اشاره کردن که همین چند روزه چند تا اتفاق مهمی که افتاده بود، خانم بابایی رو دستگیر کردن، خانم محمدی، نرگس محمدی، اصلا واقعا آدم خیلی نمیدونم چه کلمه‌ای پیدا بکنم برای این که یک فعال حقوق بشر خانم محمدی بایستی که به 15 سال زندان محکوم بشه. چرا؟ واقعا هیچ آدم کلمه‌ای پیدا نمیکنه برای این مسئله. یا آقای مهندس حشمت الله تبرزدی دوباره الان چند روز دستگیر شدن که یک سری عقایدشون رو بیان میکردن، یه سری کمپین‌هایی رو راه انداخته بودن، به صورت مدنی داشتن فعالیت میکردن، ولی متأسفانه آقای تبرزدی باز مجدداً دستگیر شدن. الان اعدام چند تا زندانی سیاسی مطرح هست که نمیدونیم در چند روز آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین ما میبینیم در دولت روحانی از نظر سیاسی اتفاق عجیب و غریبی رخ نداده، و این بازیای سیاسی متاسفانه بعضی فعالان رو اخفال کرده و فکر میکنن که یه گشایشی حاصل شده، یه سری به قول گفتنی گفتگوهای بین المللی صورت گرفته و مردم دارن از این رهگذر یک سودی میبرن. در عمل اتفاق خاصی نیفتاده. به همین راحتی دختران و پسران جوان رو میگیرن شلاق میزنن. حالا جدا از این شلاق زدن، شما نگاه بکنین صادق نیارکی دادستان میگه که یعنی خود مقامات در واقع دارن این رو اذعان میکنن که به خاطر پایکوبی و رقص و شادی اینا رو گرفتن شلاق زدن، و در 24 ساعت همین اتفاق افتاد. من جدا از شلاق زدن به این حکم دستگاه قضا ماندم که چطور شما در عرض یک روز یک چنین حکم صادر میکنی سریع. آقای مصطفی در این زمینه متخصص هستن،
و بعدم به اجرا میذاری حکم رو. من یاد این برخورده که تو سیستان بلوچستان میافتاد الان افتادم که همینجوری فلعی یک سری فعالین رو میگرفتن، افراد ناراضی رو دستگیر میکردن در این چند سال گذشته. اگه یادتون باشه برای اینکه بودجه سپاه پاسداران رو هم زیاد بکنن، آمدن یه سری مردم رو دستگیر کردن به اسم باند مواد مخدر به دروغ، اینها رو سریع اعدام کردن، خیلی شتاب زده و سریع هم پرونده ها رو بستن. خود دادستانی و مقامات هم اومدن این رو خیلی راحت در خبرگزاری ها بیان کردن. در سیستم جمهوری اسلامی دولت ها عوض میشه، ولی شما ببینید متاسفانه این اتفاقات همچنان ادامه داره. بله ببینید، تو خود ملایان شیعه که الان بر علیکه قدرت نشستن بارها، حتی آقای خامنه‌ای و بقیه مخلفات ایشون بارها بر منبر داستان امام اول شیعیان رو گفتن. حتی استاد شهریار در همین زمینه شعری داره که وقتی قاتلش دستگیر میشه سفارش میکنه با اون باید با حقوقی داره درست رفتار کنید و این کار کنید اون کار مراعات حقوقش رو بکنید. حالا این روایتیست که مطرح میکنه و بعد روایت میشه که عمر خلیفه مسلمانان، خلیفه دوم مسلمانان، بر بالای منبر سخنانی میگفت که من به راه راست خواهم رفت و یکی از پامنبری ها برخواست و گفت اگر به راه راست نری با همین شمشیر تو رو به راه راست خواهیم آمد و بسیار از این برخورد ها. اینها نمونه هایی بود که تعریف می شد از زبان ملایان شیعه بر منبر. الان ما آقای مهدی فراهی شاندیز رو داریم که 9 سال حبس به اتهام توهین به آیت الله خامنه ای. یه چیزی گفت اینجا صبح تا شب نگفته دیگه برای این آقای اوباما نمیذارن، یا در فرانسه برای هلند، یا در انگلیس برای حتی ملکه و بقیه، اتفاقی هم نمیفته. این تلویزیون ها هر جا به چرخونید اونایی که مخالف آقای اوباما هستن میبینیم چه چیزایی میگن، اتفاقی هم نمیفته. به اصطلاح اینا کفار هستن و آقای خامنه‌ای و بقیه مخالفات مسلمان و با خدا و از این ادعاها. و همینطور که می‌بینیم چند تن از شهروندان سنی مذهب ایران محکوم به اعدام شدن که امیدواریم این حکم اجرا نشه. اما آقای مصطفی اشاره کردن، نظر شما رو می‌خوایم ببینید. محاکماتی انجام نمیشه، انگار حتی در زمان جنگ وقتی کسی رو اسیر می‌گیرن یک حقوقی داره. جنایتکاران هیتلری رو دادگاه نورنبرگ رو تشکیل دادن، ماها و ماها و ماها طول کشید محاکمه. یک شبه گرفتن، شلاق زدن، اعدام کردن، در جایی دفن کردن که کسی هم نمیدونه کجاست. اینها چه نوع دستگاه قضایی است؟ چه نوع رژیم قضایی است؟ ببینید، خب دستگاه های قضایی که حکومتش بر پایه حکومت دیکتاتوری هست، به همین صورت هست که زمانی که حکومت توانایی اداره حکومت رو نداشته باشه، دست به گریبان دستگاه قضایی میبره، که دستگاه قضایی که خودش انتخاب کرده، رئیس قوه قضاییه رو آقای لاریجانی و آقای خامنه‌ای انتخاب کردن. بنابراین اون عدم استقلال در قوه قضاییه وجود داره و خب ناتوانی در اداره کشور هم ما میبینیم که در ایران وجود داره. ولی برای اینکه بتونن کنترل بکنن، یعنی حکومت برای اینکه بتونه اداره حکومت رو در دستش بگیره و بتونه بهتر کنترل بکنه، به جای استفاده از ابزارهای علمی یا تکنولوژی و یا استفاده از خیلی از علومی که در حال حاضر ما داریم، در زمینه جرم و جنایت ما علم جرم شناسی داریم، در جامعه شناسی، در سالم سازی جامعه علم جامعه شناسی داریم، مثل پزشکی که برای این هستش که بیماری گسترش پیدا نکنه. یعنی این مثال خیلی خوبی هستش. اگر که ما جامعه پزشکی رو به حال خودش بذاریم، تکنولوژی پزشکی رشد پیدا نکنه، مسلماً بیماری در اون کشور بیشتر و بیشتر خواهد شد.
و نمیتونیم ما به وسیله مثلا احکام شرعی بیاییم یک سیستم پزشکی رو تصحیح بکنیم، یا نمیتونیم بیاییم از داروهای گیاهی دیگه استفاده بکنیم. الان دیگه تکنولوژی جوری شده که نمیتونیم بیاییم با دعا و نیایش بخوایم اون جامعه پزشکی رو سالم بکنیم. جامعه بشری هم به همین صورت هستش. ما زمانی میتونیم یه جامعه سالمی داشته باشیم که به جای استفاده از ابزارهای خشونت آمیز و یا به جای استفاده از افرادی که هیچ سوادی در زمینه‌های مختلف ندارن، از علم استفاده بکنیم، از تکنولوژی استفاده کنیم و از افرادی استفاده بکنیم که صالح باشن. متاسفانه این فساد در کشور ما وجود داره. برای اینکه خب حکومت هم کنترل بکنه، مثلا برای اینکه بخواد جلوی چه میدونم تجاوز رو بگیره یا اینکه جلوی قتل‌ها رو بگیره، قاتل رو در مدت خیلی کوتاهی اعدام میکنه. یعنی اون ضرب المثل قدیمی که به جای میگن که به جای اینکه مسئله رو حل بکنه، صورت مسئله رو پاک میکنه. این مسئله در کشور ما وجود داره. یا وقتی که کارگری حق اعتراض داره، کارگری میبایست اعتراض بکنه، وقتی که جلوی اعتراضشو میگیرن و به جای اینکه بگن این حقوق توست، باید مثلا از این ساعت تا این ساعت کار بکنی، حق مرخصی داشته باشی، یا اینکه شما یا یک کارگر حق داره یک ماه استراحت بکنه در سال با حقوق، و مثلا زنهایی که باردار میشن حق دارن از 10 ماه تا 1 سال حق مرخصی استفاده کنن از نظر قوانین بین المللی، و بعدش مرد هم همین حق رو داره که 3 ماه 4 ماه از این قانون استفاده کنه. این حق اعتراض کردن در کارگر وجود داره. ما نمیتونیم بیاییم با شلاق زدن یک کارگر حقوقش رو ازش نه تنها بگیریم، بلکه یه آسیب دیگه‌ای بزنیم، آسیبی بهش بزنیم که بعدها دودش به چش خودمون خواهد رفت. متاسفانه در کشور ما نمیتونیم بیاییم واقعا به قوانین و به حقوق و این گونه موارد اشاره بکنیم. ما باید به سیستم اشاره بکنیم، به اینکه واقعا این کسانی که در حال حاضر حکومت میکنن توانایی حکومت کردن رو ندارن که دست به چنین اعمال جنایتکارانه و فجیع و غیر انسانی میزنن. ببینید آقای چالنگی، یه نکته ای، من امروز صبح که از خواب بیدار شدم داشتم اخبار رو نگاه میکردم، اتفاقا بحثی که آقای مصطفی مطرح کردن منو به این یاد انداخت که یه خبری دولت ایالت ما، ایالت اونتاریو، تصویب کرده. چون اینجا تابستونا خب دانش آموزان سنین جوانتر میرن سر کار، یه فرهنگی اینجا که بالاخره تابستون بیکار نمونن، یه قانون جدیدی تصویب شده که یک نظارت گسترده صورت بگیره که از این دانش آموزا و جوانها در محیط کار استثمار صورت نگیره، ازشون بهره کشی صورت نگیره، حقوقشون رو پرداخت بکنن و کمتر از اون دستمزدی که تصفیب شده در این ایالت به اونها پرداخت نشه و از نظر ایمنی و موارد دیگه هم شرایط اینها رعایت بشه. یعنی تا این حد اینجا به مسئله کارگران و دستمزد و اینجور مسائل اهمیت میدن که آقای مصطفی گفتن، خواستم یه مقایسه کوچیکی صورت بگیره. ولی علیشی عزیز، میدونین که این سیستم، یعنی البته خب در این کشورها سالها هست، اردوهایی هست برای دانش آموزان که دیگه اونجا کار نیست و اینها، برای دانشجویان هست جاهای مختلف، کانادا، شما شرکت، کشورهای اروپایی هم. و این سیستم میدونید که قبل از انقلاب در ایران چندین سال پیش از انقلاب شروع شده بود. یعنی دانشجویان در تابستون به شهرهای مختلف میرفتن، مثلا در ساری، حالا نمیدونم اسم اون مرکز چی شده، خانه جوانان اردوگاهی تشکیل میدادن، در ادارات مختلف، بخشای مختلف کار میکردن، در گیلان، مازندران، بندرعباس، شهرهای مختلف. قبل از انقلاب در ایران بود و حقوق دریافت میکردن، و بعد هم در طول سال هم اگر دانشجویان داوطلب بودن و مناسب بود با ساعت کارشون، مرکزی بود که مراجعه میکردن، کارهایی به اونها. الان طرحهای تابستانی داریم در ایران که بسیج فکر میکنم اجرا میکنه. خیلی خیلی متعلق
کاملا دو تا موضوع خیلی متفاوتیه. یعنی جوانا رو میبرن در طول تابستون بیشتر کارهای فرهنگی، قرآن، مسائل مذهبی، درگیر این مسائل میکنن به جای اینکه بهشون کار یاد بدن. ولی در این اون چیزی که من اشاره کردم خب مربوط به پیش از انقلاب هست که آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد هم اتفاقا اشاره کردن. حالا به یک جنبه دیگه‌ای که پیش از اقتصاد ایران پیش از انقلاب به مراتب بهتر از اقتصاد پس از انقلاب بوده، رشد اقتصادی حدود 20% بوده و رشد اقتصادی الان در ایران به زیر صفر رفته و با زحمت زیاد مگر به حدود صفر برسه. اما الان در حال حاضر آقای زارزاده آماری وجود داره که ما بدونیم چه تعداد دانشجو حدوداً در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن؟ بله، آمار دقیق متأسفانه نمی‌دونم، ولی به دلیل اینکه همین دو روز پیشم که خانم بابایی دستگیر شد، دانشجوی 22 ساله و فعال مدنی، دانشجویان دیگری هستن که خب در زندان هستن و شرایط متأسفانه خوبی ندارن. مرتب جمهوری اسلامی تعدادی رو دستگیر میکنه، به تعدادی مرخصی میکنه، همون سیاست شلکن سپترون رو در پیش گرفته و متاسفانه در زندانهای اوین و زندان رجای شهر که بیشترین تعداد زندانی سیاسی و یا دانشجویان رو در خودش دربر گرفته، شرایط فشار رو برای دانشجویان و زندانیان سیاسی افزایش دادن و اونها رو مرتب تحت فشار قرار میدن. از نظر بهداشتی، از نظر امنیتی، از نظر ایمنی، از نظر پزشکی همچنان این بچه‌ها تحت فشار هستند. بازجویی هایی که برای بچه هایی که تازه دستگیر میشن انجام میگیره، بازجویی طاقت فرساییه. عرض میکنم که از طریق دستگاه های پارازیت انداز در زندان ها سعی میکنن که جلوی یه سری هم ارتباطات رو بگیرن که زندانیان سعی میکنن به روش های مختلف با بیرون از زندان برقرار بکنن رو بگیرن و هم از طرفی هم از این طریق سلامتی زندانیان رو به خطر میندازن. متاسفانه در حال حاضر آمار دقیقی از دانشجویان که در زندان هستن به صورت رقمی ندارن، ولی خب الان ما ده ها دانشجو رو در زندان های اوین، در زندان رجای شهر و همینطور تعدادی هم در شهرستان ها به صورت پراکنده در زندان‌های مختلف به صورت تبعیدی دارن دوران محکومیت خودشون رو سپری میکنن. باعث تأسف خواهد بود، ولو یک زندانی، یک دانشجو در ایران و یا هر جای دیگه جهان به خاطر افکار و عقاید و نظریاتش به زندان بره، که در ایران متاسفانه هزاران دانشجو به زندان رفتن و صدها دانشجو به جوخه‌های اعدام سپرده شدن در این 37 ساله. همونطور که بسیاری از وکلای ایرانی سر از زندان درآوردن و هستن، همچنان وکلای دادگستری که در زندان هستن، ایران از این بابت شاید اولین کشور هست، بزرگترین کشور هست از نظر تعداد وکلای زندان. برخی از اونها بیمار هستن، مثل آقای عبدالفتاح سلطانی که حتی به او اجازه شرکت در مراسم خاکسپاری مادرشون رو ندادن، که روانش شاد و از همینجا ما تسلیت میگیم به خانواده ایشون. آقای مصطفی عزیز، شما آیا آماری دارید درباره وکلای زندانی در حال حاضر زندان؟ 3 دقیقه کمتر وقت. ببینید، وکلای خب زندانی هم ما در ایران داریم. خب وضعیت آقای سلطانی خیلی خوب نیستش در زندان، ولی خب مثل سالهای گذشته نیستش، به دلیل اینکه در حال حاضر خب وکلا مانع میشن از اینکه بتونن به خوبی از حقوق موکلشون دفاع بکنن. ولی یه چیزی که من میخواستم در این آخر برنامه بهش اشاره بکنم و بحث باز برمیگره به دانشجو، این هستش که خیلی جالبه، دادستان قزوین آمده و اعلام کرده که این 30 نفر دختر پسری که با هم دستگیر شدن، اینها فردای اون روز، یعنی فردای روزی که دستگیر شدن، اینها خب محکوم به شلاق شدن و همون موجه هم شلاق هم بهشون زده شده. یعنی میخوام بگم که دقیقا اومدن در ظرف یک روز، یعنی یک دانشجو، یک متهم
هیچ حقی نداشته که بخواد از حقوقش دفاع بکنه. وقتی متهم رو بازداشت میکنن، متهم حق اعتراض به رأی داره. شاید اصلا یکی از این متهم ها مشکل داشته باشه یا خیلی از موارد دیگه. متاسفانه بی‌عدالتی صرف دیگه، این به اخبار آخر واقعا دردناک هستش. حالا بحث ایدئولوژی که وجود داره یه طرفه، ولی بحث عدالت رو اینا میخوان به کجا برسونن؟ من متاسفم. این از همون جایی سرچشمه میگیره. یک زمانی آیت الله خمینی فتوا داده بود که گروهی از مخالفان حکومت رو مجاهدین بودن و فداییان، و فتوا داده بود که فقط به صرف شناسایی در خیابان همونجا میتونید اعدام کنید. متاسفم، واقعا دردناکه، واقعا تاسف باره. یعنی یک روز دستگیر میکنن، فرداش هم شلاق میزنن. اصلا قابل تصور نیست، در هیچ جای دنیا چنین نیست. یعنی با همون فتوای آیت الله خمینی بسیاری رو کشتن در خیابون ها، و به هر حال بسیاری از اعضای سازمان های مختلف، سازمان مجاهدین و بقیه سازمان ها. حالا هر عقیده و افکاری هر سازمانی داره در هر جایی اون بحث دیگری است. منتها این فتوای شلاقی که زدن، من اشارم فقط به این هستش که ریشه در گذشته دستگاه قضایی حکومت داره و فتواهای قضایی آقای. سپاسگزار هستم از شما آقای مصطفی گرامی. منم از شما سپاسگزارم و شما رو به خدا میسپارم. با سپاس از شما آقای اردشیر زارزاده عزیز. منم تشکر میکنم آقای چانه، خیلی ممنون. بینندگان عزیزی که موفق نشدن برنامه ما رو از آغاز ببینن، میتونن تا ساعاتی دیگه بر روی وبسایت ایران فردا، شبکه تلویزیونی ایران فردا ملاحظه کنن، و همینطور بر روی کانال تلگرام تفسیر خبر. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دنادراک، الوند، کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.